سلام علیکم استادان نهایت ارجمند و گرامی، دوستان عزتمند، هواداران فرهنگ و هنری والا. امروز ما به یاد یک ابرمرد عالم فرهنگ و هنر، عالم صداقت و سرسپردگی، مرد دنیای سیاست، مرد علم و ادب، استاد زنده نام ما، ارباب شایسته فرهنگ جمهوری تاجیکستان، استاد مهربان نظر به هم آمد. در تاریخ نوین ملت ما، فرهنگ ما، استاد مهربان نظرف چی جایگاه و چی مقام داشتند، نسل کلانسال ما و نسل امروز فردای ما نیز میدانند، آگاهند. من با کمال احترام حالا از معاون اولی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان برادری از زمان آبجان نظریان خواهش میکنم که روی صحنه بیایند، با صحبت خود با محفل ما، با این محفل بزرگ داشت نام این فرزانه فرزندی ملتمان حسن آغاز ببخشند. حاضرین ارجمند، دوستان گرامی قدر، در این تالار بر هوا چهره های نورانی شما را دیده، بی اختیار به خاطرم مصرع های حاج حافظ شیرازی آمده است: گو شمع میاری در این بزم که امشب، در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. همه ما را امروز پاس داشتنی خاطره انسان شریف و ناتکرار استاد مهربان نظرف جمع آورده است که واقعا هم یکی از پایه‌گذاران صنعت کسبی تاجیک در زمان معاصر می باشد. خوشبختانه استاد مهربان نظرف را از ایام نورسی خود خوب می شناختم. آداب بلندی، محفل آرایی، نرمی و گرمی گفتارش هر فرد را بیخبر از خیش به خود جلب می کرد. چهره خیرتمندانه، صمیمیت تاجیکانش زود در قلب همنشینان مسکن گرفته. حاضر جوابی و ظرافتگویش کس را به او جذب می آورد. ولی از همه والاتر خاموشیش بود که مضمونی هزار زبان داشت. فرهنگ و صنعت کفیل معنویات و تربیه استتیکی هر یک خلق می باشد. در بین خلق تاجیک شخصیت های به کمال می رسند که تمام عمر خیش را در حفظ و رشد همه طرفه تمام سمت های کشوری عزیز خود روانه می کند. با شرافت استقلالیت کشور روان و سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، ارجگذاری و خدمت های فرزندان برومند ملت تاجیک به یک انعنه نیک تبدیل یافته است. در ردیف چنین شخصیت ها خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان پروفسور مهربان نظرف می باشد که نظام کاربریش تا به امروز در سیستم آفریدش کار می کند. راه تعیین نموده مهربان نظرف در فعالیت طولانیش راه است پر از جستجو و دریافت ها، گذشته صدها مانع های عیان و ناعیان. درباره فعالیت راهبری و تحقیقات های علمی مهربان نظرف صدها مقاله ها از جانب عالمان، سندشناسان، موسیقی شناسان و همکسبان در صحیفه های مطبوعات دوری به طب رسیدند و در بین اهل صنعت و مدنیت تاجیکستان انگوش نما و جوینده بود. نقطه های کشف نشده حیات دقت او را همیشه به خود میکشید. مهربان نظرف فدای کار خود بود و هدف خود را داشت. انسانی بود در دوستی پاینده و بیخیانت، محفل آرا، عارف و عاقل،
و همنشینان از صحبت‌های عبرت‌آموزش بهره‌ور می‌گردیدند. سال 1967 با کوشش و بی‌واسطه میربان ظرف در هیئت دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه فکولته صنعت گشاده شده. سال 1973 آن به دانشکده مستقل تبدیل یافت. تشکیل یافتن شعبه های کتابخانه شناسی، اکتیاری، موسیقی و پیداگوگی، موسیقی شرق، موسیقی اکادمی، رژیسور، نوازندگی، همسرایی و غیره برای ساحه فرهنگ تکانی بزرگ یافت. میربان ظرف خودش از عهده همه ژانرهای خلقی برآمده آنها را با یک استعداد بلند اجرا می نمود و مثل ژانرهای فلک، مدح، درگلیک، للاییک، دفساز، اسپکبازی و غیر از درک بلند موسیقی میربان ظرف رژیسور، اکتیار و درامنویس خوب بود. میربان ظرف در ردیف اجرای وظیفه های پرمسئول همه را به تحقیق و مسائل مبرمی ساحه فرهنگشناسی و سنتشناسی که حل آنها تقاضای زمان بود توجه عمیق ظاهر می نمود و در طول فعالیت پرثمر علمی و ایجادیش 295 کتاب و رساله و مقاله های پرارزشش را تکلیف نموده است که اکثر آنها تا به امروز در تحقیق و اساسناک نمودنی مسائل نظریه و متدولوژی علمی فرهنگشناسی و سنتشناسی تاجیک چون رهنمای بنیاد و مورد استفاده قرار می گیرند. میربان ظرف رسالت انسانی و فرهنگی، سیاسی و شهروندی خود را در تمام جاده ها برجسته اجرا نموده برای نسل های امروز و فردا همچون آینه قدنمای فرهنگ تاجیک ابدا باقی خواهد ماند. و باز هم سخنرانیم در نزد اهل نشست با فرموده خواجه حافظ خاتمه دادن می خواهم. زنده و جاوید مان هر که نکو نام زیست، کس عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. تشکر زیاد به دفعه. تشکر آبی جان عزیز که یک چشماندازی بسیار مختصر برای پرمهری بود و روزگار و فعالیت استاد مهربان ظرف و همالا نوار تهیه شده است از زندگی و زندگی نامه شادروان زندانام استاد مهربان ظرف که با هم تماشا میکنیم. مرحمت. آنان پیش از همه تاک موسیقی و سرود و ادبیات و دیگر چیز را فهمد و در کند، پیش از همه باید وی زیبایی مورید اطراف، زیبایی طبیعت را خوب درک کند و دوست دارد. چه شخص خاکسار از زبان بر زبان بودی، تو با خلق نکوی خود به هر یک خاندان بودی، تو محبوب همه خیش و تبار و دوستان بودی، با خصلت های نیکت تو عزیز هر مکان بودی، با خلق و فعل و اطوار با تنها همچو جان بودی، با هر خرد و کلام تو رفیق و مهربان بودی. یکی از خصلت های بهترینی مهربان نظرش نظر آن بود که وای همچون انسان پاک، انسانی که دیگر آدم ها را بسیار میپرستی، یعنی یک مهری دوستی رفاقت در وی وجود داشت. کسی که وای نمیشناخت با یک مهری زیاد در باره وی گرم میزد. گپ های گفتنی در اطراف استاد مهربان ظرف اگر شب و روزها گوییم هم باز هم کم است، لیکن همین را میگویم که استاد مهربان نظروف همچون وزیری فرهنگ در تاجیکستان ما و گمانم خدا او را برای وزیری خلق کرده بود. سر تا پا استاد مهربان نظروف فرهنگی بود و از مردهای فاضل دانشمندی بود که همین وزارت فرهنگی ما را اعتبار و آبرویش را باز بلندتر ساخته بود. هم خودش بازی میکرد، هم خودش به صحنه میگذاشت، قابلیت زور داشت، در زبان دوانی، در گپ دوانی بسیار استاد بود. در هر سپکتاکلی که او بازی میکرد
تماشوگیر رو با خود خیلی جلب نمود. در پیس گناهکارم بیگنوم من رول کودچینی رو بازی کردم، مهربان نظر رول دور رو بازی کرد. مهربان نظر چخید همین رول دور رو بازی کرد. همین تماشا بینون دوشنبه با پا خیسته چپک زدن. ادیب و کارگردان تو بشد غیرت سریر تو، همه بالای جهد و آن خصال دلپذیر تو. مقام تو بشد بالا به سعی دلنظیر تو، بودی تو خورکان پیشه رسیدی تا وزیر تو. ز جهد و غیرت خود تو همیشه کامران بودی، به هر خرد و کلان تو رفیق و مهربان بودی. من میخواستم که در غلبه آرمی سرخ حصه خود را میگذارم. به شما جوانان و خلق پامیر قسم یاد می کنم که تا جان در بدن دارم و مقابل دشمن می جنگم. به شما جوانان و خلق پامیر در روز 25 سالگی کمسمال لینینی ستالینی سلام افراطی فرستاده دعوت می کنم که در استحصالات، اداره و کلخاص ها باز هم سمرمتر کار کرده یاری خود را به فران و مملکت پرزور نمید. خواهشمندم به کارکنان تئاتر موزیکوی دراموی ولایت اتنامی بدخشان کوهی و به طلبگان انسمبل بچگانه پامیر که 61,445 سوم پول نقد و 50,210 سوم ابلیگات زیام دولت را جمع نموده و فاند موافی وطن سپاریدن سلام من و منداری ارمی سرخ را رسانید. یوسف تاج اثرهای برای هر دو رسالهان بسیار هم مضمون بلند داشتند. برای اون که وی کارگر حقیقی دانشمندی همین ساحه مدنیت و صنعت تاجیکان بود. بعد از که آیسته استاد مهربان همین تئاتر را به پا گذاشتند، اسپکتاکل‌های جدی ماندند. حتی یک دفعه فاجعه شب هولناک را بار اول اسپکتاکل فاجعوی را استاد مهربان طور امتحانی هم که بگوییم به صحنه تئاتری معنی نداری شبی هولناک را استاد مهربان گذاشتند که در شهر کابل یک غلغله به میان آمد. یک غل هر روز رادیوی افغانستان فقط یک فراموش نکنید که امشب یا که امروز از طرف شام در تئاتر معنی نداری نمایش نامه جدیدی که از طرف استاد مهربان نظروف تهیه گشته است نمایش داده می شود. فراموش نکنید. این اعلان ها هر روز بارها تکرار می شود و نام استاد مهربان در سر زبان مردم همیشه در زبان آنها گشته بود. اگر ما معنویت جمعیت خودمان را انکشاف ندهیم، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جمعیت امکان ناپذیر است. این گپ نو نیست. در تفکر مارکسیستی لینینی این عقیده که جاری است و متاسفانه که در سالهای نه آنقدر دور مسئله تربیه استتیکی از مرکز دقت جماعتی اداره های صلاحیت دار و دیگر ساحه‌های مهم حیات معنوی ما دور شد. در باره مهربان نظرش نظر نه اینکه خاطره ها و کتاب ها و از این هم زیاد کردن ممکن است. چون که یک بار اگر قیل میکنن این خیلی شخصات در تاریخ ما تاجگاه خیلی کم بوده و کم است. یادی او برای من مایه افتخار است. بسیار شخصیتی انگوشمار جامعه ما بودن که
در هر کجا حضور آنها افتخار ملت تاجیک بود. تو در دلهای فرزندان و یاران زنده میمانی. امینم تا قیامت زنده و پاینده میمانی. با پیش چشم یاران با لب پرخنده میمانی. نمیمیری تو چون شمس یقین تابنده میمانی. با عمری بر دوام خود یقین با اطمینان بودی. با هر خرد و کلام تو رفیق و این نوارها که 20 سال قبل تهیه شده بودند با ما بسیار خاطرات را احیا کردند و چهره بسیار گرم و نورانی و زیبای استاد مهربان ظرف را باز در پیش ما زنده گرداندند. واقعا هم اونطوری که میگویند با یک مرد 40 هنر کم است. استاد مهربان ظرف این حکمت را در خود گرامی داشتند، تصدیق کردند. هم رامشگر، هنرپیشه، کارگردان، درام نویس، روزنامه‌نگار و هم محقق ساحه فرهنگ و هنر و خادمی بسیار هم نمایان جمعیتی و سیاسی و سالهایی که وزیر فرهنگ بودند من از خوشبخترین ها بودم که همان سالها دانشجو بودم و همان سالها با همین درگاه با امضای مبارک ایشان به کار آمدم و محبتشان، صمیمیتشان، آدمیتشان، همچنین شخصیت بزرگشان را خیلی خوب دریافت دارم و بنیادگذاری دانشکده هنرهای زیبا این آرمان و این تلاش و عزم و نیتهای نیکی استاد مهربان ظرف بود و من امروز اینقدر چهره های سرشناس رو میبینم در تالار، اینقدر شخصیت هایی که در دوران استاد مهربان ظرف همکار بودند، کار کردند، فعالیت کردند و من با کمال احترام الان میخواهم که استاد من هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان پروفسور تمرا شکرونه، تمرا مسئولونه روی صحنه دعوت کنم. دوستان عزیز، من امروز به نیاز شده استم که در جشن صد سالگی استاد همه ما، همه صنعتکاران اشتراک میکنم. نقش مهربان نظرچ در زندگی من تغذیر ساز بود. چونکه اون کس مغز، همین شخص بزرگ مرا با دانشکده صنعت تئاتری شهر مسکو فرستادگی بودن. ما همیشه غمخوری پدرانه مهربان نظرش رو حس میکردیم. هر دفعه وقتی که اون کس با سفر کوری با مسکو میامدن البست نزد ما میدر اومدن، پرس و پرس میکردن، یکون کمودی باشد حال میکردن، از معلمای ما میپرسیدن در باره انتظام ما، در باره تحصیل ما. و در اینجا هم ما همیشه غمخوری پدرانه مهربان زرچو حس میکردیم. اون کس همیشه یک عادت داشتن با تمرینهای ما آمده در تالار میشتن همراه کارگردان یا من دور قطاری دورتر میشتن و بعد از آن که تمام شد آمده بعضی ایرادهای خودشان رو میگفتن. بعد با یک عادت داشتن وقتی که مثلا میرفتن و این یا اون نمایش رو تماشا میکردن بعد از با آخر رسیدن نمایش البته آمده قفای کلیس همه هنرمندان را تبریک میکردن. سالهایی که مهربان نظرش در وزارت فرهنگ کار میکردن پیش از همه کوشش میکردن که متخصصای خوب را به کار قبول کنن و خیلی سرطلبانه به اونها وظیفه هاشون را میفهموندن.
was sehr Lomona, also ein Hochpursisch mir Kardan. Anna Michel, Hoterahoi Nas, Hoterahoi Kusch, der Deliman Georgisch, das, wenn man der Ocher Guftanias tam, ki Nachschime Rubon Nazarevich, Busurgi in Schachsi Busurg, Hamesha, der Dilu, die Deimo, Abadim, Mona. Salom. تشکر تبر محسن واقعا محفل ما بهوده یاد یار مهربان عنوان نگرفته است و چقدر که بزرگی های استاد مهربان ظرف را یاد کنیم باز هم کم است و امروز من خوشبختانه در تالار هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی استاد جورابی مرادوف را میبینم و با کمال احترام استاد را روی صحنه میخوانم استاد رسای یک ماه پیش در شهر خاروغ همین محفل یاد یار مهربان برگزار گشت و در اونجا با سبب های معلوم پیام شادباشی شما پیام شما از طریق ویدیو پیام استاد تمرا بخشیان و زورکه دولتمند خالف و استاد مستانه از طریق ویدیو پخش شد ولی اینقدر تالار اون تالار تئاتری به نام استاد مهربان نظرف اینقدر خوش قبول کردن هیچ همون تاثیرات از یاد ما نرفته است امروز ما خوشبخت هستیم که پیام استاد را مستقیم شنویم خواهش میکنم سپاس و سرود و درود و نوا به همه شما در این دنیا اگر چیزی نبودی با آن دنیا کرایی رفتنت نیست درباره استاد استاد من استاد مهربان 1100 سال پیش روده که همین مهربان زار روش خاطر بارده یاد یاری مهربان آیت همین میدانم که تا من ای خود گپای زور شد بعد از منم گپای زور میشد من دسته روبای خاملتی هم پدران ای پدران پشت پناهی پسران پسران دستی عصای پدران پدران چشمی یقینی پسران پسران چشمی وفای پدران پامیری تو و یا رشتانی کلابی تو و یا وخشانی از سوختی یا زرفشانی جانم استی چو تاجیکستانی شاهی طلبی بیرو گدایی همه باش بیگان از خیش آشنایی همه باش خواهی که تو را چو تاج بر سر گیرن دستی همه گیر خاک پایی همه باش خداوند آب بخشا تو گناهم که من در زندگی پر اشتباهم خداوند آب بخشا تو گناهم که من در زندگی پر اشتباهم به نزدی کبر داران متکبر به نزدی خاکساران خاکساران خاکی راهم خاکی راهم خاکی راهم هم شور ترانه های او شکر گوش هم پاکی گفته های او گوهر گوش از شور ترانه و شکرریزی شعر هم ملک زبان گرفت و هم کشور گوش زنده باشه دوستان عزیز تشکر
و از ایمنان آرزو میکنیم که اون همه ارزش ها، اون همه انعنهای نیک که اینجا یادآور شدن باز احیا گردند. حالا دوستان عزیز، برای نمونه از آثار استاد مهربان نظرف همچون درام نویس و از اون فعالیت بسیار پرثمر کاریشان در جمهوری افغانستان اثر روی صحنه آمده است با عنوان دست دوست که ما دانشجو بودیم، این نمایش در این صحنه می رفت و بهترین هنرمندان ما بازی می کردن و در این صحنه تئاتر خیلی دور و دراز سالیان مدید این نمایش با منظور تماشابینان گردانیده می شد. حالا پاره را از این نمایش دست دوست هنرمندان تئاترهای پایتخت منظور شما می کنند. مرحمت، با هم تماشا می کنند. این کار رو تنها دشمنی اشدی کردم میتواند. بدبختی باز در آن است که در شفاخانه تنها یک امپوله وکسین مانده است و خلاص. تیاره به اینجا آمده نمیتواند. راه ماشینگر چند روز باز است که ویران. یگونه امید از سکرچیان است. حاکم شهر به سرفرمانده مکتوب فرستاده است برای یوردن، اما کی می رسیده باشد اینم معلوم نیست. خوب زیبا، زود رفته بیمار را آماده کن. استاد از طبابت اون خبیث خود دوری کنید. زیبا، با تو این طور گفتن عیب است. آخر تو دکتر کو، زود رفته بیمار رو مدر. استاد او را تبابت نکنه. زیبا، من دکتر، وظیفه من تبابت کردن بیمار. استاد آخر اون کس فرق ندارد اون کس کیست. استاد اون کس همون حاجی اسماعیل است. بله، حاجیه که با من و شما خیانت کرد. استاد او را تبابت نکنید، خواهش میکنم. نه زیبا، نه، این طور ممکن نیست. دکتر حق ندارد که از معالجه بیمار دست کشد. اگر یک آمپول آخرین هم باشد اون را دریغ داشتن لازم نیست. زود باش زیبا، زود رفته بیمار را آماده کن. استاد آخر تهمت دروغ. من میتوانم با خودم خیانت کنم، نه اینکه با استادم، با خلق بیچارم. منو تو درجه تهمت کردی، گویا انبار دارو را من ترک کنده باشم، گرچند معلوم بود که با سپارش خودش صادق خان را ترک کرد. چی؟ صادق خان ترک کرد؟ دکتر صاحب تستر کودکم رو نجات دهید. زاری میکنم، حیات کودکم رو نجات دهید. زاری میکنم دکتر. صادق خان، انبار دارو رو تو ترک کردی. پلید دستت با این کار برداشته شد حیوان. آره من ترک کردم. انا با این دستانم ترک کردم. من ترک کردم اما تنها ترک کردم. کسی دیگر نبود،
بگذار، بگذار اهل گل‌آباد مرا پاره پاره کنم. همه این امری حاجی اسماعیل خونخوار بود. او مرا گکناره کرده، عقلم را گرفت، وجدان شرفم را زیر پا کرد. رحمت، رحمت آقا جون کیفران شده. اما برای ترک کندن انبار و نابود کردن دارهای جواب میدهید. همراه این پزنم. چی؟ حاجی اسماعیل مگر پدری توست؟ پدر خوینم. دیده چگونه تهمت رو با ما وارد کرده میشون. پس چی باید کرد؟ شودک صادق خان را اوکار کنیم. درست میگه دکتر. تفلکم رو نجات دیم. زاری میکنم، زاری میکنم دکتر، زاری. بله، اول کودک رو نجات میدهیم، چونکی وای آینده این مملکت است. اما حاجی اسماعیل شلوکی تنی مردم. زیبو رفته حرارت بیمارو رو سنج. زیبو، این جسد میتواند شهر را از سر نو زهرآلود سازد. جسد را سوزاندن در کار و خاکسترش را به جای دور رفته گور کردن در کار. زیبو زود رفته به حاکم شهر خبر ده. زیبو زود باش. سلام علیکم. سلام علیکم. با من دکتر رستم افروزی. من هستم خولا جون دکتر. چی در کار بود؟ شادی؟ بله بله من هستم. چی خدمت؟ از تاجیکستان. بله. پدرم نوروز نام داشتم. بابایم باشد رستم. دکتر رستم شدی. پسر، پسر جانم، جیگرم، پسر جانم. مادر؟ من مادرت هستم، مادری بیچارم. پسر جانم خدایا خودم چه خوشبختی. پسر جانم مادر جان. پسر مادر جان، مادر جان بیایی چینه. مادر جان، مادر جان گیریه نکنید. مادر جون همهش خوب میشه. من مادر جون گیریه نکنید. چرا گیریه نکنم؟
چیل سال باز غریب و گدا بودم، همه از من روی میگرداندن، یکی یک بوره صاحبی فرزند شدم. بسرم مادر جان مهمش ما هم دیگر را یافتیم. بسرم زندگی شیرین، لیکن فرزند از آنم شیرین‌تر است. بسر جانم، ما باید بزودی به وطن برگردیم. حتما برمیگردیم مادر جان، مهمش ما هم دیگر را یافتیم، عاقبتش خوب میشود مادر جان. دکتر صاحب شما را تبریک میکنم. برای چی زیبا؟ شب چند قطعی دارو به اینجا رسید، حاکم فرموده که اون را به منزلتان بیارن و اینچنین دارو؟ بله یک لحظه دارو رسید مادر جان، با پای قدم شما دارو رسید. بارک شد بسرم. رحمت مادر جان، لکنون هم مشکل میشود مادر جان. و اینچنین همه بایگری حاجی اسماعیل از آن شما. آخر شما یکانه میراث خوری حاجی؟ زیبا، به گوشم چند بار رسید که تو مهمان حاجی اسماعیل و شیرخان کشمیری بودی. محفلشون به تو پسند آمد، ها؟ بله، من همش را به شما میفهمم. من اینجا با سپارش مخصوص آمدم. با سپارش مخصوص؟ بله، شما از مملکت دوست، راهبر اکسپدیسیا، علاوه بر این زبانشناس شیرخان کشمیری در زیر نظارت من. من به مقابل پدرم مبارزه میبرم. حیران نشوید، این را وضعیت طلب میکنم. من خوشبختم که شما را از خطرهای زیاد امین داشتم. نخواه سلام علیکم جناب زبانشناس. آرایت سلام زیبا. سلام. Very good. جناب دکتر، حاجی اسماعیل همراه چیزای خودش صندوقچه مرا هم به اینجا آورد. با اجازت شما من آن را بگیرم. این از آن شماست؟ بله. در آنجا بعضی خاطره های و دفترچه خاطره هم هست. مرحمت، گشوید. گشویم؟ بله. در اینجا؟ البته. اگر چیزهای گفتگی شما در درون باشند، من این را به شما پس میگردانم. جناب دکتر، به اینجا کشادن صندوقچه جایز نیست. بس به صندوقچه دست نرسانید، بهترش گپ زنید که برای چی انباری دارو رو ترک کنید. ها، برای چی؟ چی؟ این تهمت هست. کنی دلیل
اوش جنابی دکتر اگر در وطن من امریکا با من خیلی تهمت میکردن من شما رو با جاوگری میکشیدم ولی افسوس میخورم که هر دوی ما در ملک بیگانه وا خوردیم وگرنه من هم بسیار افسوس میخورم که با شما در اینجا روبرو آمدم وگرنه با شما دوگر خیلی گب میزدم صبر انا چیز و چارت انا این پول ها رو گیرو بسرت زن گیر لعنتی خونخوار انا اینها رو با جنازه صرف کن مادر جو لازم نیست خواستی که مرا با این پول حرامت بخری خواستی که من با جان و جگر بندم زهر باشم خواستی که پسرم رو مثل من غریب و بی‌وطن سازی نه خطا کردی مادر جون اگر در جهان یک مار عفی باشد این هم تویی لیکن آدمان دیگر را مثل خودت مپندار گم شو دفت شو لعنتی خونخوار خاین گم شو دفت شو از هر گوشه و کنار دنیا دست های مختلف سوی کشوری ما دراز می شود یک دست می خواهد ما را ناکام نامراد سازد دست دیگر می خواهد ما خوشبخت شاد و مسرور گردیم نه دخترم مردمی سرزمینی ما دست دوست را از دست دشمن فرق میکنند این است دست دوست نمایشنامه های دربان ظرف امروز هم ماهیت خیش را همچون سخنی روز از بین بردن و باز هم می‌سازد که در صحنه های کشور و بیرون از آن اونها را تهیه گردانند کارگردان ها در این محفل یاد در این محفل نورانی یکی از اربابان شناخته سیاسی و دولتی حضور دارن من با کمال احترام از قاضی دولت قایم دادف نماینده شبکه رشدی آقاخان در تاجیکستان سفیر خواهش میکنم که بیان چند لحظه با صحبت خود محفل ما را باد نورانی تری سازن وطنان گرامی زیایان ارجمند امروز سخنانی که شما در این تالار کردید ما این سخنان رو گفتن نمیتونیم چون که شما در همون سال یک جایه با مهربان بودیتان و هموطنان گرامی هموطنان نقض میدونید که امروز ما در تصورات جشنی یعنی جشنی های دولتی 30 سالگی جلسه تاریخی روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قبول پرچم قرار داریم که این معرکه استراتژی دولتداری ما را نیز نشان می‌دهند
لکن ما باز از گذشته حالنامه بزرگانمان، بزرگان ملت یاد کردن که یاد کردن این قرضی یعنی شهروندی ماست. فراموش نکنیم که بیشکم ادای این قرض همه مشکلات فردوار ما نیز میکشوید. ریشه های تمدن ملت تاجیک در حال بزرگان ملت دایم نافته است. یارست نمودن آن سرسبزی امروز فردای تمدن ملت می باشد. ماز به همین خاطر هم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دولتداری نوین تاجیکان را از خشت و گل میراث بزرگان ساخته ایستادن. نام بزرگان ملت اسماعیل سامانی، عبدالله رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، کمال خوجندی از صحیفه های نفته تاریخ به ذهن تفکر نسل نو نیز کوچیده ایستاده است. همزمان در جبه های معنویت برای پاس خاطر بزرگان و سیمه های برجسته مجموعه تدبیران نیز امروز اندیشده شده ایستادند. بجای نام های بشور مردم بیگانه، شخصیت های محبوب امروز در تاجیکستان معرف گردیده ایستادند. هنوزم یاد دارم که در اطراف نامگذاری تئاتر موسیقی مزکوی ولایت ولایت مختار کوهستان و بدخشان در دهلیزهای حکومت بس رفته بود، ولی پیشوای ملت قطعاً دستور دادند که نام این درگاه فرهنگ به نام مهربان نظرف باید مانده شود. بعداً تئاتر با دستور پیشوای ملت از نو ساخته شده، امروز یگانه تئاتر بهترین جمهوری تاجیکستان حساب می شود. این قدردانی ما به خاطر خدمت های ارزنده ادیب، ژورنالیست، خادم معروف دولتی اتحاد شوروی مهربان نظرف می باشد. مهربان نظرف در تاریخ اتحاد شوروی یگانه تاجیکستانی بود که دیپلماتی فرهنگ اتحاد شوروی را در خارج کشور نیز معرفی کردند. باعث اتشه فرهنگی در برابر ترغیب سیاسی مدنی و عملا بنیادگذار تئاتر کسبی دولت همسایه با ما افغانستان گردیده، برای بار نخست کلاسیکان غرب را در افغانستان به حیث کارگردان معرفی نمود و از این مردم تا حال او را یاد میکنند. در آمد سخن ما باید به نسل های نو یادست کنیم که یکی از بنیادگذار سینمای ملی نیز مهربان نظرف هستند. تاریخ این روز گواه است که سال 1958 پس از ملاقات الجبای با رهبریت مسکو، گروه هنرمندان برابری کارگردان واریس دولینوف برای کمک به تاجیکستان آمده تهیه فیلم چراغک در کوسا را به نقشه گرفتند. با دستور مهربان نظرف بجای بعضی از هنرمندان که از دیگر دولت آمدگی بود به فیلم استعدادهای نو جوانان یعنی به مثل گورمنج، زبق بیکوف، رانا امرویه و خوشنظر مبالیف، اکبر جورت نیز جلب نمودند. بعد سال 59 نمایش تلویزیون تاجیکی را با این فیلم نیز آغاز کرد. همزمان تجربه مهربان نظرف تئاتر در نزد میکروفون را در تاجیکستان سر زد و این چیز در اتحاد شوروی و سیر نیز پن شد. درامه های نمای تاجیک و گلقربان آرزو بعدم مکتب خاص ملی تاجیکان را رواج دادند. باید این دلیل من توجه ژورنالیستان، فرهنگ‌شناسانی که امروز کار میکنند نیز در مد اول باشد. استاد یک روی مثبت طاقت پذیری و سنگرشکنی داشتند. او برای زندگی کار نمیکرد، او برای کار زندگی کرده بود. از زندگی پربرکت استاد مهربان 100 سال سخن گفتن نیز کم است و با این گفته ما باید در این محفل در یک روز قناعت نکنیم. باید ما هر یک بهار هفته سنت مهربان نظرف
تجلیل کنیم، چونکه او هم در نام و هم در عمل مهربان و دلسوزانه با فردای شکوی بشریت رشد ملت نظری خردمندانه داشتند. استاد در برابر آثار بدیعی به ملت تاجیک فرزندان هرمان را نیز میراث گذاشتند. از فرصت استفاده برده همه آنها را یعنی با آنها به ایجادات نو و نو عمر با برکت و خانوادگی تمنا دارم. تشکر زیاد برای دقتتون. بزرگ می فرماید که صفحه دهر بود دفتر عمر همه کس. این چنین گفت خردمند چو اندیشه گماشت. خورمان کس که در این صفحه پاک از همه حرف رقم خیر کشید و اثر خیر گذاشت. این مصرع ها بیشک برای به حیات و روزگار و زندگی نامه مهربان ظرف تعلق دارد. من با کمال احترام حالا به صحنه هنرپیشه مردمی تاجیکستان استاد دولتمند خالف را دعوت میکنم. بپذیرید. قبل از همه سلام گرم جوشان به همه امروز در این تالار حضورمندان. و یک چیز رو قریب که همه چیز رو گفتن استاد جرابه مراد هم گفتن، قایم زاده هم گفتن، نکه من یک چیز رو فقط میخوام به خاطر برم وقت شما رو نگیرم. من بچه جوان بودم، 22-23 ساله بودم وقتی که استاد مهربان ظرف با کلاب رفتند و انتخاب کردن از بین هنرمندا باید یک کس چرخ و فلک رو در فستیوال کنکورسی بوستان بود در دوشنبه بخواند و همین پسر گفت میخواند. وقتی که یک هفته آزمون رفت همین دعوت کرد و آمدیم خواندیم جا گرفتیم. با همون شب گفتن که خواهید اگر دانشجوی اینستیتوت صنعت. من گفتم خواب شده است استاد. برای همین مهربانی استاد مهربان نظرف را هیچ وقت ما فراموش نخواهیم کرد. سلام باشید. چرخ فلکی مرا با چرخ آوردی، آی گلاب بدم آبی شیرین میخوردم، آی سرگشته مرا با آبی تلخ آوردی، وطن کنده شود آی افتد با غریبی و با کس بنده شود، آی چرخی فلک گردد آید بر وطن، آی این مرده ای صد ساله زنو زنده شود، چین و چین و چین و چین زلفی تو پر چین و چین، چین و چین و چین و چین موی تو قم چین و چین، چین و چین و چین و چین از دلا چین و چین، کر تا گل گونه بی دیدم دخ نمود و خنده کرد، با کمانی ابرویش ما را خرید و بنده کرد.
دمه آمیز صبح صبح می دمه در دیده ای مخاب نیست چین 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 موی تو پر چین 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 از به تو را چین 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 پدی تلا چین چین پدی تلا چین چین پدی تلا چین چین این دعای مولانا را و مورد می شمارم که آواز تو را تب دل ما بادا اندر شب و روز شاد و گویا بادا آواز تو گر خسته شود خسته شویم آواز تو چون نای شکر خوا بادا حالا دوستان عزیز باز توجه میکنیم به یک نوار ویدیویی که سال 1985 در تلویزیون تاجیکستان اون وقت یک شبکه بود ثبت گردیده است یک صحبت یک مصاحبه استاد که ما اینجا فضیلت ایشان را با چهره گرم و نورانی ایشان را در نوار میبینیم مرحمت شخصیت های صاحب استعداد جمهوری به حساب میرود که هنوز در ابتدای سالهای 30 شهرت این صاحب استعداد در جمهوری خیلی بلند بود استعداد او را نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در تمام نایه و قشلاق های دوردست کوهستان هم مردم تماشا کرده به او آفرینا می گفتند در اینجا ما چهار مرحله را در فعالیت ایجادی او می بینیم اول دوره ابتدای این دوره فعالیت کنسرتی بود فعالیت حافظی وی و دوره دویم این دوره بود که فعالیت ایجادی وی به جاده بلندتر هنر یعنی به هنر بی واسطه ثانوی که در رپرتوار اثرهای ملی که در صحنه تئاتر گذاشته می شدند یعنی ظاهر می گردید و من بعد انکشاف استعداد وی به زینه بالاتر نوی می رسد که آن واخری ملاقند بیواسته با کلاسیکه جهانی و خصوصا کلاسیکه موسیقی اپروی روس بود و نهایت ایجادیات دوره کنونی و این دوره است که با تیار نمودن شاگردین بیواسته در تعلیم شاگردها سهم داشته آنها را برای صنعت ریاست‌جمهوری ما تیار میکنند پس سیر استعداد سیر هنر او بعقیده من از آن عبارت است که اول بسیار ماهرانه عنعنه و میراث بزرگ ملی موسیقی ما را خوب درک کرده است و ایجادکارانه استفاده میبرد دویم مدنیت بسیار بلند صحنوی سیوم استعداد فوق العاده که طبیعتاً به این کس داده شده است آواز نهایت فارم و زیبای دلنشین و نهایت خاکساری بسیار بلند انسانی است اگر هر دوره ترقیات صنعت تاجیک را از نظر گذرانیم خصوصاً صنعت تئاتری در انکشاف آن جناب آقا بیادین قدح را و سلامتی مادران می نوشیم که از فرزندان خود روی گرداندن بگذار آنها خوشبخت و خرسند باشند بگذار زیر قدم های آنها گل و سبزه های معطر همیشه پاینداز باشد. بگذار هیچ کس و هیچ چیز ای شنوش و
و حیات خوشبختانه آنها را خلالدار نسازد. بگذار هیچ کس و هیچ چیز زندگی بدبختانه یتیمان بی کس و کوی را به آنها خاطر رسان نکند. آنها را تشویش داده و پریشان کردن چی لازم؟ آنها آنچه می توانستند، آنچه که از دستشان می آمد، هر امکانی که داشتند برای فرزند عزیز خود کردند. آنها کم و بیش تا به حدی که میسر گشت عشق هم ریختن، به قدری معین بوسه های مهربانانه هم کردند. بعد خیر عزیزم، پناهت به خدا، اکنون چطوره که دلت میخواهد زندگی کردن گیر، ولی میمردی بهتر بود. گفتن در حقیقت مردن بهتر بود. آخر به مهمان نو به دنیا آمده باز چرا آرزو کردن ممکن؟ ولی این سعادت نه به همه میسر می شود. لیکن هستند مادران باز هم مهربان تر که بازم اشک دیده و بوسه ها باز به گردن فرزند خود هر گونه تحفه های ناچیزی طلایی می آویزند. این را آویخته گرد و مرا یاد کن، میگوی. بچه بیچاره چرا یاد کند؟ چرا فراموش نکند؟ بین هم هر کسی او را دشنام و تغییر میکند. تو یک دیدوی به تگی دیوار افتاده ای میگوید. آیا آن مادران میدانسته باشند که آن بچه سرسخت بعضاً از شدت تحقیر و دشنامه های بیهوده زار زار گریسته توفهی بگردنش آویخته مادر را از اشک چشمان خود تر میکند؟ تو کجایی مادر؟ در کدام بزم و طرب قرار داری؟ خلن آوازت را برار، خلن یک قطره اشک خود را بروی من چکان، تا از این قطره اشک درد و علم و مصیبت من ذره هم باشد سبکتر گردد. آخر این توفه ها چون لخچه های آتشی سوزان سینه ای کس را سوخته کباب میکنه. طوری که شما آگاه شدیدین، منالوگ نزنامف از نمایش گناهگاران بیگناه بود که یکی از اولین نقش های اجرا کرده استاد مهربان نظرف در صحنه بوده است و خودشان همچون کارگردان این نمایش را در تئاتر خاروق تهیه کردند و یاد با این منالوگ شاگردانه که من برای شما اجرا کردم، باز یاد از هنرپیشگی اکتیاری استاد مهربان نظرف کرده. حالا من میخواهم که به صحنه
نامزدی علم های سنت شناسی برادر زمان محمد الله تبرف را دعوت کنم. محمد الله عزیز با ما در خاروق بودن و خیلی خاطرات رنگین و جالبی از بدخشان از خاروق با هم آورده ایم. مبارک باشد. خواهش میکنم. پس از این استادان سخن گفتن واقعا هم خیلی دشوار است. اینجا شخصیت های نشستند که سالهای طولانی با استاد همکاری کردند، خاطرات زیاد و فراوان دارند. من فکر میکنم برای آن به من سخن دادند که من آن همون چوربینی هایی که امسال در پرتوی صد سالگی استاد در جمهوری صورت گرفته ایستادند به نوع جنبست نمایم. تقدیر همین گونه صورت گرفت که ما در تمام این همین چوربینی ها از همون جشنواره بسیار متنتن استاد در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان تا به روشان و بدخشان تا خاروق شرکت داشتیم و در طول این همین چوربینی ها من می دیدم که مردم اینقدر استاد را دوست می دارند. کار و اون چیزهایی که استاد کرده بودند تا امروز، اون عنعنه هایی که استاد هم در راهبری هم در تدریس در آماده نمودن کادرهای ساحه صنعت هم در هنر رایج کرده بودند، قائم کرده بودند، تا امروز آنها ادامه دارند و علم و دیگر نمودها با فکت با دلیل و با چیزهای دیگر سر و کار دارند. هنر از آغاز با ارزش های معنوی سر و کار دارد و آن همون ارزش های عالی انسانی که استاد آن خودشان در طریق صحنه طریق هنرشان طریق فعالیتشان بازگو میکردند، ترغیب میکردند و خودشان از همه مهمش خودشان به آنها را رعایت میکردند، سرمشق کار خود کرده بودند، همه را به آن کس دوست کرده بودند. و امروز نیز وقتی که یاد از استاد میکنند در چشمان مردم عشق حلقه میزند، مردم با مهربانی استاد را یاد میارند و هر کسی که درباره استاد گوید حتما درباره یک نیکی که استاد در حق او کرده است سخن میگوید و یاد میکند. و تا اون روزی که این ارزش ها هستند و این ارزش ها ملت ما را سرجم نگاه میدارند، ما از چنین ابرمردان به مثل مهربان نظرف یاد خواهیم آورد و خاطره ایشان را گرامی خواهیم داشت. تشکر. سلامت باشه محمد الله عزیز. واقعا عزیز میگوید که آن چنان زی که چو از حادثه بر باد روی، حسن معنی نگذارد که تو از یاد روی. ساد مهربان نظرف همین طور زیستند و همین طور زیبا و با نام نیک با یادهای بسیار شیرین این دنیا را پدرود گفتند و نام خود را جاودانی کردند. حالا دوستان عزیز باز همچون نمونه یک پاره را از نمایش نامه ایشان با عنوان حلاکت عادت که آن زمان در تئاترهای مضافاتی خصوصا در تئاتر شهر خاروق تهیه شده بود و بسیار بگم که جایگاه و مقام خاصه داشت در ژانر مسحکه تهیه شده است. حالا پاره رو از آن هنرمندان تئاترهای پایتخت به شما منظور میکنم. با هم تماشا میکنیم. مرحبا. امپیر؟ آی کامپیر! آی تو در کجایی؟ برقیه! یانکم برقیه ره بده میداری برقیه؟ چرا بلبلو ها میخونه؟ چی کم؟ کینگی می؟ آرومی می؟ چی شد؟ آمده بودم که در راه جیانت فیروزه خان امک یک بد پاک شترایید در آمدم به دستم من همین برقیه را داد. می آیند زنه جا می آیند چی می آیند؟ از کجا می آید؟ اووی جانکم سید جان پسرمان امروز رسیدم می آید. پسرمان می آید؟
گوری کنه توشه همینا پر مخر بید نمیشه وای جوانی اوچا وای سیمین اوچا پر مخر بید نمیشه وای بیسرم نمید هزار بور شوک هزار بور شوک بیسرم کم بید وای شوک مردن مزیری پویش پویم دوست میپرد میپرد خواهیم میپرد خواهیم وای وای شما از پاسی گول دست میشه مادر جشن عروسی برگزار میکنی سری بچه مانا جفت میکنی جفت میکنی اشتو دو اشتو دو اشتو دو اشتو دو مادر شما گفته نهویم اوی پسرمون کی میویم ندانم بایگان جورش بیاد گری کارت می شود این برقیه رو به من دارید شما همین رو هم خونده نمی توانید لپشن خودم می خونم اوی روز 26 نویبر می رسی اوی مادرت صدقت شود بچه جان اوی مولان داد تو اوی سعید و نینا نینا مردک؟ اینش باز کیو چی؟ مردک جون، وای خدا، این پسرمون باز از مسکو یکون میمونی زرد را کشول نکرده نبیارم چرا خوموشید؟ صد بار گفته بودم که از پسیر پسرتون شوید تو سری بلندی ما را خم نکند یا نه او قیمتش؟ وای این خلاف تیلوه نشد اول بینیم که برای چی همراه می آیم انا سانیش بابا چی؟ ای با کجایی که خواهد برن؟ با این خونه راه نمی دیم ایه؟ ایم اگر پسرمون حق ندارد که با دخترهای دیگر شراح آشنایی کند؟ این فکرت خطاست جانم این فکرت خطاست مهمش از آدمان خوب باشد از کدام ملت از کدام نژاد از کدام ولایت فرقی ندارد؟ ها همین طب مرا نبره تبرالی ولد دوران پلن کش میگویم من از سرم جدا میشوم و از عادت بابایان و بیبیانم روی نمیگردونم ها اولاد ما شهزادها هنوز بجز از خدا به کسی دیگر سری تسلیم نفر آورده است ای اولادت را آسوده گذارو ترددی مهمان ها را کن من خودم میخواستم این راکه ها با تو گویم لیکن یک باره بنزین بر این وقعی در نگیری گفته اندیشه کردم اندیشه کردستم؟ نه اندیشه تون پیست شما یا؟ تقدیر یکونه پسرمون حال میشه و اندیشه کرده مردم اون اندیشه آخی من با تو چی گویم؟ زندگی همین حیات همین مردک جون وای نکرده راستش را گویی؟ چی؟ پسرمون زن گرفت است راستش را گویم؟ جانم سر پسرمون جفت شده به اجازت و روزگی من این را به خوشک خالی را گرفتن نگریز شاید کاری معقول کرده باشد یا به اویدی بلاگردان این پسرمون به اولاد پاک شهرزاد های اسناد آمد شاید ویم از اولاد پاک باشد آی من تموم شدم آی من تموم شدم آی پاک و پروردگار عالم اجای مرا دیر و مرا از این مردم آخی من رایت اشانی پلیم را جه خنید من را جنازه کنند پرازون دبگوی آن کنید آخی تو بیهوده تشویش نکش پسرت هم عقل داشته کیست عقل دارد آخی این جرس سیاه بوده من با چشم مردم چه بگو میکنم ها؟ اوی داد اولادمون تمام شد اوی داد ای، بریشه ی اولادی ما شما با پسرتان دوشه زدید
کاش که همون تشرا به فرقی سر این مرد نزده. کاش که کاش که وای وای دلک وای وای اشون رو دعوت کنن زودتر. وای مرد وای دل انا این طرف انتش نشون رو دعوت کنن. پیش از فاده چند نبردار به آیله به اولادت هیچ چیز نشده است. یکان حادثه دهشتناک روی نداده است اینجا. منم خودم چند روز باز از پایی چاروا آواره گوش و یادم پریشان آخر. چاروا؟ چاروا؟ بوز در همی جانو قصاب در همی چربه. چاروا گفتن همه چیز را فراموش کرده ات مرده. چی؟ فردا کفا تابوتی من و شما را همون بوز و بوزغاره گام و بسفندی و با قیل کالخواد گوه را چرد نکنن. مانه برده همین بهوده مردم قشلو بر شما لقبی قربانی بوز نموندن. بشتر به حال جنازه مرا همون ایشان لگم برداریتون نمیخواند. مرده به ایشان من کاردار نشم. نشد شد شد شد. خب گوش کن گوش کن منه در مکتوبی که نوشته است این برای فیروزه. نه حاضر این فیرو از مکتوب با دقت گوش کن. مادری مشفق پدری مهربان در حیات ما در حیات من خورسندی به حد کلانی روی داد. من و نینا نام روس دختره قرار دادیم که همسر شویم. دینا با زکس عریضه دادیم. روزیگی شما رو میپرسم. یا باکو پروردگار عالم مردم کوهستان چون این حادثه منگاور رو در عمر سرش ندیده بود این چی بدادی؟ آخر با دقت درست کن دوامش ها؟ گوش کن از نی ندیده دختر بهتری را در عمرم ندیده بودم. یک جای خواندیم کنسرواتوار را ختم کردیم. من آهنگساز نینا سرودخوان. اگر فاتحه دید هر دویمان خوشبخت می شویم. شب یک شنبه نکاح توی را در خانه نینا می گذرانیم. التماس به توی ما البته بیایید نینا و سید جان. شب یک شنبه گذشت تو اکنون دعوت می کنن. گوش کن، گوش کن، نخود آدمی تا این درجه سبک شده است. شما وزنی شده چکار کرده؟ ها مردم چکار کرده؟ نرخی سبزی و پیاز رو نپرسیده؟ روزی شده؟ آخه شیر میگفتم آفرین، آفرین شیر بچه، آفرین. شاید مردم قشلاق حرمت و احترام زنان را از شما به این مردها آموزند. نشده؟ نشده؟ من از این خونه و از این دیار برای اومده میرم هم تمام و سلام. من سبوت رشد دارم. اینجا شیم بهترش بجای پیش از توی نخاره نباختم و پیشواز این جوان ها تیاری بینیم. این شما خودتو تیاری دیدن هنه شاید بای عروس زردی نو برای اومده تو یکون نوخی دونچه رو کشولا کرده بیارده عروس های این زمانه. چیگه؟ او چرا شما خاطر پریشونه؟ از خورسنده دخترم، از خورسنده. ای، اکاد سید جان امروز با همسرش رسیده می آید برای همین. چخیمه، خیلی نمان می آمدین. خوش آمدن. اوچا؟ بای، خیلی زیبا باشه. تو هم میشتی پدرت ها؟ شوله رو کنده بنا خود تو رخمالینی گندسته ی آوردت معلوم که همه چیز رو میدونیسته. اوچه پسرتون زن میگیرد و شما خفه میشوید. اگر عبدالله بابا در اینجا میبود ادبتون رو میدونید. همین خیلی پسر و از همه شما بزار نوشکری نکن زن نوشکری نکن. های بشمی که دختر دلخواهش رو یافته است. درست؟ درست آچه جان درست میگوید دادن.
عبدالله بابا از کنار تو هم برعکس خوستن میشه. اشونه تو رو گردانت گردانایی گردانت یک رویه ها 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 گفتی؟ جان جان عبدالله با همین دندوق دندوق چاشو توش میخورم تخت قدیم بچ نو این چی رزیسیو بودم اوچا وای سعید هم برای بوتا خودش همسر شده روزی نبود درست؟ روزی نبود ما روزگی شما که تا چکوه رو نمیپرسیم فهمیده؟ نمو پیاد بیوده نگفتم دل دختر به مادر دل پسر به پدر پدر تو پسر تو شما بدر یک رو به مادر فیروزه هم وای سعید فیبله نکنده وای جوان دیگری رو نرش میبینن یه بینه بود هم شد ای کدام جوان بعد میفرانه دا چه جان بعد میفرانه من پدر همون که شده سلام قبلگان سلام آچه جان آچه جان زنبورهای اصل را خبر گرفتم ها تنجی سلام تنجی انا پردان و کردان گفته پیسر این عبر آمده تا پیدا شده مان از سعید بهتر جوان آرام و مستقل عرف و عادت بابایان رو پاس نگاه میدارد از حالا فایدش به ما میرسد اگر همین شریف جان نمی بودن زنبورهای امک عبدالله رو کی خبر میگیرد؟ کی خبر میگیرد؟ شریف جان وای اوچه پردان وای وای نه آخه شریف لال بدخشان رو آورده به زیر پایتان میپرد آخر خود نیسا هم صد برگ بر این شکفته مانده است و شیر بچم تیار است که این گلی صد برگ را کنده گیرد بله پدر جان بله بهترش گلدسته دیگر را کافته گیر زاخچه پردان خوب نیست به حرمتی خود نیسا از این گپتون میرنجد خیوچه من رفتم من وقت ندارم من در نایه همسایه سویمیستی تیل شده کار میکنم چی؟ در جاهای ما کار نیست؟ هی. یا شیر اینجا قیمک ندارد؟ پدر جان توی ها اینجا کم در آمدم مرا شریف علا شقشقه میگوین علا شقشقه ای کردان بای رفتیم جوانهای پیش واس گیریم مرش پردان با همه اوچه جان من با دل پر رفته میتوانم چه؟ ها؟ نگفته بودی که همین که عقلم خوندار شد من هم به شب حق میبرم انا اکنون نوبت ما اوچه؟ ها اوچه؟ ای پردون جو ای پردون نگو من تو باتو باشید شریف جو تشویش نکن او دخترو روزی دیدش رو کشا دارم شم نمیگوی دخترو اکشلاقی با میستی برده دخترو شعری من از تو نمیگویم باز چی فکر دارد؟ من از ایشونی کردیم برای تو مار برای من تو مار شکر
نیسا را پابند تو میکنم. پابند ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم هنش مرچان نور با بردن تو بیز با یکون کس میشو نده بچه جان بچه کدامون با یکون کس نگوی که من اون رو برای رو دیفتا مایلا شیر چه جمان با یک هیچ هیچ ها اوکی گوی پولانم رو تمام کردین یکی رو چه جمان بچه دون از پسی کورا چه؟ از پسی کورا؟ رحمت آچه جان که فکری مرا میکنم رحمت آچه جان باشه تو بنام بکنم چه بابا السلام علیکم ایزنی رستی ولودا رستی مام السلام میسوی سلام آگی اولو کم نمو شده موندی؟ نه برعکس من آمده میستم کو مگر لغ رو میکنی؟ نه خوالا جون من علاکه یافتم لالی حقیقی رو؟ بله در کجا؟ در حولی شما های؟ در حولی مو؟ بله دیشتر لغو در کوهستانی بلند و زیبای بدخشان می جستن حالو در حولی هم می جوید خولا جان لغلی که در حولی شماست از آن لغلهای به گفتگی شما از زمین تا آسمان فرق می کنن ها بچه؟ بینده با لعل گفته از الومین محروم نمانی پشت را نیسا من آمدم با تو خیر خوش کنم در راغون مرا کارهای زیاد انتظار چی دوستانتو را پرتفته میردی؟ نیسا آمدم آچه آمدم سجون دوستان همیشه در قلبی من هم. آمدم آچه خیلی احتیاط کنی سو جان تو دیدار هستی بزرگان چیست؟ چیزی که نگردد نیست جان همه در محنت جسم همه در سبخت همچون مهی شب خورده کم گشتن و خم گشتن همچون مهی نو از نو زم گشتن و زم گشتن صد پاره شدن صد بار چون آب به هر کوی برگشتن و پیوستن چون آب به هر جوی یک ذره جدا گشتن در هر قدمی از خیش یک ذره ادا گشتن با هر علمی از خیش شمشاد قد خود را در پیری عصا کردن شمشاد قدر در دست پیری رسا کردن هستی بزرگان چیست؟ چیزی که نگردد نیست حالا با صحنه با ترانه های جذاب و روحنواز هنرپیشه مردمی تاجیکستان افضل شاه شادی را دعوت میکنیم السلام علیکم حاضرین گرامی قدر من به واسطه شاگردی مهربان نظرف هستم از بزرگوار افتخار میکنم و تا آخرین لحظه های عمرشان همراهشان بودم همین روزی که آخران روزهای حیاتشان همراهشان بودم خوشبخترین فرزندشان من بودم من هستم
هر زمان از زندگانی بشنوم پند دیگر، که درخت عمر دارد ریشه پیوند دیگر. گر خردمند پشیمان رفت از روی زمین، باز در روی زمین آید خردمندی دیگر. خلق به فرزند عالمگیر عالمگیر نیست. باز یابد مادری تاجیک فرزندی دیگر. از که کامی تاجیکان را با سخن برداشتن، باز آید شاعر و شعر و پساوندی دیگر. باز یابد مادری تاجیک فرزندی دیگر. زندگی باقیست یارا می روان، در شماری به شمارا می روان. نام داره تا بی پاید دیرتر، از جهان بس نام دارا می روان. نام داره تا بی پاید دیرتر، از جهان بس نام دارا می روان. گل خندت بروی عاشقه، زین گلستان گل ازاران می روند. آرزو مندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. آرزو مندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. تشنگانن در تلاشی قطره، از کناری چشم زاران می روند. عاشقان و شاعران مثل من، هر ردیفی صد هزاران می روند. عاشقان و شاعران مثل من، ردیفی صد هزاران می روند. زندگی باقیست یاران می روند، در شماری به شماران می روند. نام داره تا بی پاید دیرتر، از جهان بس نام داران می روند. از جهان بس نام داران می روند. از جهان بس نام داران می روند. با محفل ماه تابان در گلستان رنگ و بو باشه، الها هر کجا باشه بهار آب رو باشه. تشکر همدشوهای عزیز. من حالا با کمال احترام از دوست و برادر بسیار عزیزم، فرهنگ شناس، خاصه سینما شناس، برادر بسیار عزیزمون طلای نقدم که یک تحقیقات کردن، خواهش میکنم روی صحنه بیاین و کتاب استاد مهربان ظرف، کتاب نمایشنامه هایشان، پیس هایشان که چاپ شده است، تیلا جان عزیز آن را مختصر به شما معرفی میکنند. مرحمت. تشکر. سلام علی تولور،
بسیار مندور هستم که وقتی قیمت خود را دریغ نداشته به این شادمانی ما شریک شده. تشکر زیاد. دوستان عزیز، در آشه همین سخنهایی که امروز در اینجا صدا دادند، یک گفته جناب علی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیاد می آید که هنگام ملاقات با زیان کشور 20 مارتی سال 2001 گفته بودند، من مضمونش رو اینجا میگویم، جناب علی گفته بودند که از روی عدالت نمی بود اگر اون دستاوردهایی که ما در دوران شوروی به دست آوردیم و اون رو نادیده گیریم. و این گفته ها به استاد مهربون نظرف هم دخل دارد. برای چه؟ برای اینکه حیات اینا برای نسل امروزه نمونه عبرت است. خیلی که اینجا صدا دادن استاد مهربون نظرف، اکتیور، رژیسیور، ژورنالیست، خادم دولتی، دیپلمات و نهایت یک شخصیت سیاسی برجسته به وجود رسید و نمونه عبرت برای جوانان امروزه حیات این مرد جناب نجیب خواهد شد. من باید میبرم سال 1997 مشکل ترین سالها بودند، ولی با مشکلی اون دور نگاه نکرده با دستگیری و تشبث به واسطه وزیر فرهنگ و اطلاعات جمهوری تاجیکستان بابخون علیویچ محمدوف که همینجا حضور دارد، جشن استاد بسیار با تبدبا گذشت و ما خیلی شاد شدیم که این جشن در سطح خیلی بلند دایر گردید. از این پس جشن 80 سالگی استاد دایر گردید با تشبث وزیر فرهنگ کرامت الله عالیموف که همجا حضور دارند و من بعد 90 سالگی استاد، من بعد اکنون شرایط و زندگی دیگر شد، بهتر شد، باز هم در سطح عالی برگزار گردید در دوران رهبری میرزا شاهرخ اسراری. و امروز ما شاهد اون هستیم که من این تالار پر از آدم، شخصیت های برجسته و ما میتوانیم که این جشن ها رو سال تا سال بهبودی بخشیم و با دیگر شوق شومت دیگر انجام بخشیم. در عرفه این جشن ما با دستگیری وزارت فرهنگ، گروه تشبثکار روشندلان رهبری دکتر از خدا دستنبویف که منم جا حضور دارن، خواستیم که با این جشن چی تحفه کنیم. و وقتی که حیات استاد رو، ارخیو بای استاد رو با اجازت فرزندانش از نظر گذاروندیم، در باره استاد کتاب های زیادی نوشته شدند، مقاله های زیادی به طب رسیدند، مقاله های علمی یاد داشت و ما به خلاصه آمدیم که استاد در ساحه دراما، در پیسه نویسی بسیار فعال بودن و پیسه های زیادی نوشتن و متاسفانه سالهای آخر به گوشه فراموش خاطری رسیدن. وقتی که از تئاترها پرسو می شویم قریب که نیستن، این پیسه ها نیستن و ما به یک خلاصه آمدیم که پیسه های استاد رو جمع می آوریم و به شکل من همی کتابچه به چاپ می رسونیم و همین خیلی هم کردیم. تشکر، تشکر. فعالیت درام نویسی استاد مهربون نظرف هنوز از سال 1949 وقتی که در شهر خارک کار میکردن، اون وقت در وظیفه مدیر شعبه فرهنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان کار میکردن و همزمان من مخبر مخصوصی تاجیکستان سرخ در ولایت بودن و اولین پیسش را به نام آرزوی شادی مینویسد و من بعد فعالیت درام نویسیش ادامه مییابد و من که خیلی مورد شاهد شد پیسه های دست دوست، هلاکت، آرزو و زندگانی مرده. و یک چیز را در وقتی که ما این کتاب را مرتب ساختیم با یک چیز دوچار شدیم که بسیار علمان ما اثرهای استاد را، اثرهای درامای استاد را زیاد نشون میتیند و ما در جستجو به خلاصه اومدیم که یک سپکتاکل آرزو با یک چند نام در تئاتر رو تهیه شده است و ترجمه شده است. در تئاتر شهر خورو آرزو رو اخیده گفته به صحنه گذاشتند، در شهر کلوب آرزو و در تئاتر روسیه و ترجمه کردیم پیره های آتشین اگنینی دروگی. برای همین وقتی که ما حساب میکنیم پیسه ها زیاد میشن، ولی در کتابخانه این رو ما یافته نتوانستیم که هیچ خیلی استادی قدر پیسه های زیاد نوشته است، ولی ما اون رو دریافت کرده نتوانستیم.
خوشبختانه در شعبه ادبیات دایر به فرهنگ و هنر کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان به ما کمک رساندن و ما این اشتباه را اصلاح کردیم. یعنی که همین آرزو یک اسپکتکل است. عقیده، آرزو، پیروهای آتشین اینا یک اسپکتکل هستند ولی با سه نام اومدگیان. هم به وقت ترجمه هم وقتی که در یک تئاتر دو اسپکتکل را میمونند نامش را تغییر دادن. و ما در سرسخن این کتاب به این اشتباه ها کمی روشنی انداختیم. اکنون تئاترهای جمهوری، تئاترهای خلقی، خواستگاران صنعت می توانند از این کتاب واسه استفاده برند. این کتاب بهترین پیسه های استاد مهربان نظرف، دست دوست، حلاکت عادت، ارزو و پیسه یک پردگی نیرنگشا را هم به زبان روسی داریم و هم حلاکت عادت را به تاجیکی و به ازبکی داریم. برای همین این کتاب به تئاترها تقسیم می شود و کتابخانه تقدیم می شود و امروز من اینجا گروه تشبوزکار هستند که به مهمانون نسخه اولین کتاب را تقدیم میکنند و برای با صفت و زیبا و با تیراژ کلان چاپ شدن این کتاب من میخواستم که از همه گروه تشبوزکار که در همین تجلید جشن 100 سالگی استاد مهربان نظرف سهم گذارند با دکتر نظرخدا دستنبویف همجا حضور دارن تشکر زیاد بیان کنیم. سلامت باشید، موفق باشید. تشکر تیلا جان برای این سخنهای تیلایی. تشکر میکنم و واقعا یک پیامی رو میخوام به سمی شما رسانم که شورای بدهی تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی تصمیم گرفت که سال آینده در برنامه تئاتر همچون اثری ملی، دراماتورگان ملی مسکه حلاکت عادت استاد مهربان ظفر را با شمار گیرد، یعنی که به صحنه گذارند، تهیه کنند. خب دوستان عزیز، حالا خاطر شما را هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان صاحب بانو دولت شاه و با ترانه های مرغوب خودش والیده تر میگرداند. مرحبت. Marabi
چو دلم دم زد اش در زلزله ای ها و گلم دم زد نظرم از سمری غم گوهرم غافل بود حاصلم در شرری خون دلم دل صاحب بانو نولاد شایوه تشکر تشکر از این بانوی هنر استاد مهربان نظرف در ردیف اونقدر میراث گرانمایه فرهنگی و ادبی باز فرزندان خیلی نکونام را از خود میراث گذاشتند که گنج بی‌بهای نام و عمر ایشان هستند استاد نظرف استاد ما در دانشکده صنعت به ما درس گفتن امروز هم فعالیت دارند و خواهر بسیار از زمان مهری بانو خواهر از زمان عزیز بانو و دلیر نظرف نبیره های دلبندشان پرویز مهربان ستاره در حقیقت ستارگان هنر هستند و فردوسی بزرگوار میگوید که پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش ما خانش پسر و همین حالا صحنه را به اختیار ستاره درخشان هنر تاجیکستان نه اینکه در تاجیکستان هنری ما را در آسیای مرکزی و در جهان معرفی میکند و اختیار دلیر نظرف را میگذاریم
یاد یاری مهربان رحمت کلان به همه شما، رحمت کلان به حکومت تاجیکستان، به خلق تاجیکستان، به زمین تاجیکستان، به هر یک شما رحمت که شما هستید، که ما با هم هستیم و امروز پدرم همچون یک استادی پدرانه داشت و هر شاگردش فرزندی او است، نه فقط ما اعضای اویلی او که هستیم فرزندان او هستیم و هر کس این را خودش خوب اسم می کند. از نام اویلی ما، از نام اویلی کلان ما، اویلی خوشبخت ما که پدر ما مهربان نظارف است، که او با ما خوشبختی را یاد داد، که خوشبختی است از دوست داشتن مردم خود، زمین خود و با وطن خود بودن، خدمت کردن. این چیزایی که ما یاد گرفتیم از او امروز با ما یاری می رساند که در لحظه های دشوارترین حیاتمان ما راه را یافته می تونیم با واسطه عشق و کار نیک. تشکر زیاد برای آنهایی که این روز را تشکیل کردن، این وخوری را تشکیل کردن. از دل و جان من گفتنی هم درباره گروه روشن دلان که نه به خواهش ما، نه به فرمان یگان کس، بلکه با دل خودشان، با مهر و محبت به مهربان نظارف و نه فقط به مهربان نظارف به خدمت میکنند، به کارهای زیادی که دخل دارند به فرهنگ و تاریخ تاجیکستان. رحمت کلام برای آنها. این واخوری هم با مهنت آنها تشکیل کردگی و در خاروغ هم به هر کس برهی داره، به هر کسی که در دل پدرمان را دارد تشکر زیاد. زندگی من به من توفای کلان داد، یعنی هنر داد، دوستای زیادی را داد که من هر لحظه میتونم با آنها بودن و کار کردن و نقشه های زیاد را اجرا کردن. ولی پروازی من تا کدام درجه بلنده باشد و من اخاب نگردم، پدر من این آسمان بیکران است. تشکر زیاد. Thank you.
Thank you.
آوازی بلبل بر گوشم آمد، آوازی بلبل بر گوشم آمد، با ناله میگو با ناله میگو ای رفتی و نرفتم رو می
میماند جاویدان. Thank you.
چو دوست قدریار همدم داند چو سوخت دل که لذتی غم داند هادم زک جاست خاک هادم زک جاست آی هادم باشد که قدر هادم یه هادم داند ای فرصت غنیمت است عزیزان در این چمن فرصت غنیمت است عزیزان در این چمن فردا چو برگ گل همه زیر خاک می روی سریم
تشکر. واقعاً بدخشان رمزی بلندی های ننگ و ناموس، رمزی بلندی های شرف و افتخار ملی ماست، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با آرمان بزرگ گفتن که بدخشان دروازه طلایی تاجیکستان خواهد شد و این آرمان حتما به سامان خواهد رسید. فرزندان سربلند و سرسپرده بدخشان این معنی را همیشه گرامی می دارند که شما فرزند کوههای بلندیم، به ما پستی نمی زیبد برادر. تشکر از اکای جانباز، تشکر استاد جانباز، محفل ما را واقعا گلافشان کردن. تشکر از ناباور چینارو برادر عزیز ما، انسابل شمس، رامشگران و سازندگان بسیار خوش صدا و خوش هنر. دلیر نظرف، تشکر. دلیر نظرف در اوج این هنرنمایی ها قریب من هم برقص می برآمدم و می خواهم که هنرمندانی که این محفل را با شرکت خود حسن بخشیدن روی صحنه دعوت کنم. هنرمندان مردمی جمهوری تاجیکستان، اصلبک نظریف، غالب اسلاموف، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سانیا نوروزوا، آلوچیان فرهنگ جمهوری تاجیکستان زرینه خوشوختوا، قربان شاخریلوف، اعظم اندنبیکوف، شاگون داودبیکوا، مرتبان لایحه برنامه مذکور استاد سارا مظافر شایوا، مناصب مدی معروف، استاد ارجمند ما نظر نظرف، تلای نقدم، زیورشای محمد، نقدم شو نظرف برادر عزیز ما با سبب های معلوم شرکت ندارد و راهبری لایحه مذکور برادر عزیز ما نظر خدا دستنبویف.